نام اصلیش معصومه ددبالا، متولد خیابون عین‌الدوله تهران بود و تنها یک خواهر کوچکتر از خود به نام مهستی داشت. همونطوری که از نام خانوادگی ترکیه ایشون مشخصه، پدرش اهل تبریز و مادرش از ترک‌های مهاجر از کشور بلغارستان بود. مادرش خانم زینب بلغاری مولودی خان سفره‌ها و مراسمات مذهبی بود و هایده به همراه خواهرش اغلب در کنار مادر در این مراسمات مولودی شرکت می‌کرد. سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. نام اصلیش معصومه ددبالا، متولد خیابون عین‌الدوله تهران بود و تنها یک خواهر کوچکتر از خود به نام مهستی داشت. همونطوری که از نام خانوادگی ترکیه ایشون مشخصه، پدرش اهل تبریز و مادرش از ترک‌های مهاجر از کشور بلغارستان بود. مادرش خانم زینب بلغاری مولودی خان سفره‌ها و مراسمات مذهبی بود و هایده به همراه خواهرش اغلب در کنار مادر در این مراسمات مولودی شرکت می‌کرد. هایده در سال 1334 وقتی 13 ساله بود ازدواج کرد که ثمره اون 3 فرزند به نام‌های کامران، کیوان و یک دختر به نام خانم کیانوش شد. کامران فرزند بزرگش را در 14 سالگی به دنیا آورد و اون زمان آنقدر کم سن و سال بود که مادر بزرگش در فرزندداری به او کمک میکرد. هایده میگوید: من یکی از کسانی بودم که مهستی را به خواندن تشویق کردم، برای اینکه خود من از بچگی میخواندم. فکر میکنم 12 ساله بودم که حتی برای خواندن آواز تمرین میکردم. خب مهستی 4 سال از من کوچکتر است و آن وقتها من به او یاد میدادم که تصنیف بخواند. وقتی که به صورت جدی کار را شروع کردیم، هیچ وقت با هم رقابت نداشتیم و سعی میکردیم همیشه ایراد کارهایمان را بگیریم و توصیه همدیگر را قبول میکردیم. برای بهتر شدن کارمان، من اول وارد رادیو شدم، ولی متاسفانه به دلایل گرفتاری‌های خانوادگی، اینکه شوهر من نمیگذاشت صدای من از رادیو پخش بشود، صدای من فقط یک بار از رادیو پخش شد و بعد هم جلوی نوار گرفته شد. ولی من چون علاقه‌مند به خواندن بودم، دچار بیماری شدم. در واقع راه را اول من باز کردم و بعد مهستی شروع کرد و بعد از 1.5 سال من دوباره شروع کردم به خواندن. برای کندوکاو در زندگی این خواننده معروف و گفتگو با او به خانه اش می رویم. یکی از مستخدمین در قهوه رنگ خانه بزرگ و سفید مهستی را به رویم می گشاید. از سرسرا می گذرم و به سالن پذیرایی هدایت می شوم و به انتظار آمدن صاحب خانه روی مبل می نشینم. پورتری از چهره مهستی توجهم را جلب می کند. پورتره کار ویشکایی، نقاش معروف است. او چهره مهستی را خیلی معصومانه ترسیم کرده. در این هنگام مهستی می آید. چهرش بدون آرایش یک حالت دلپذیر دارد. پیراهن گشاد و بلند به مدل ژاپنی به تن کرده. چرا خواهرت هایده را به مراسم عقد کنان خود دعوت نکردی؟ مراسم عقد کنان من خیلی خصوصی انجام شد. البته بهرام اینطور می خواست. ضمناً ما خیلی ناگهانی تصمیم به ازدواج گرفتیم. این بود که در آن وضع و موقعیت طوری مراسم برگزار شد که خیلی ها از ما رنجیده خاطر شدند. ولی من و هایده با هم قهر نیستیم و رابطه من صمیمانه است. من به عنوان یک خواهر هم خود هایده را دوست دارم و هم صدایش را. هایده و مهستی دو اسطوره آواز موسیقی ایران هستند که نه تنها نسل قبل از انقلاب، بلکه نسل‌های جدید هم با آنکه آن دو را ندیدند، اما بسیار از آن دو خوششان می آیند. حتی اگر کسی اهل موسیقی هم نباشد، صدای این دو ستاره را لااقل یک بار شنیده و اسمشان را به کرات شنیدند. اما ماجرا و حرف و حدیث میان این دو خواهر کم نبوده و گاه اتفاقاتی که بین اون دو افتاده از شایعه فراتر رفته، پا به واقعیت گذاشته تا آنجا که پای آن به جراید کشیده میشد. مجلات زن روز آن دوران را که نگاه بیاندازید، چشمتان به مصاحبه ای از خانم مهستی خواهد خورد که خبرنگار سوال اصلیش این بوده که چرا مهستی برای ازدواج دو
دومش خواهرش هایده را دعوت نکرده بود و گمان میکرد که شاید ناشی از همین اختلافات دو خواهر خواهد بود. بهتر است سری به سالهای گذشته حوالی سال 1354 بزنیم و مطلبی که هفته نامه جوانان منتشر کرده را بررسی کنیم. اختلاف شدیدی بین دو خواهر که داستانش از این قرار بوده. هایده و محسی که جزو دو خواننده مشهور با دستمزد بالای اون دوران بودند و محسی برای هر شب اجرا مبلغی حدود 8000 تومان دریافت می‌کرد و برای اجرا در اون شب پول را گرفته بود، اما در شب موعود که باید روی صحنه می‌رفت ناگهان مریض شد و نتونست برای اجرا بر روی صحنه برود. پس ناچار شد که از خواهرش هایده درخواست کنه تا به جای او روی صحنه بره. قطعاً هر هنرمندی شانس این را نداشت که چون محسی خواهری پر آوازه مانند هایده داشته باشه تا در مواقع اضطراری به دادش برسه. البته شاید این نسبت نزدیک برای هر دوی اونها دردسرساز هم میشد که شد. به آنجا رسیدیم که در شب اجرای برنامه محسی به دلیل مریضیش نتونست بره و تلفنی از هایده درخواست کرد تا او به جایش برود. هایده پذیرفت، اما گفت به شرطی که 7000 تومان دیگر روی پولی که گرفتی بگذاری و برایم بفرستی. محسی این حرف خواهر را شوخی تلقی میکنه و خوشحال از اینکه آبرویش را خواهر هنرمندش خریده تلفن را قطع میکنه. اندکی نمیگذره که تلفن خانه محسی به صدا در میاد و صدای فریادهای عصبانی صاحب اون مجلس دل محسی را آزرده میکنه. او که دست پاچه و ناراحت میشه ماجرای بیماریش را توضیح میده و میگه قرار بود خواهرم هایده جای من بیاد و در کمال ناباوری متوجه میشه که خواهرش به اون مجلس نرفته. محسی فوراً با هایده تماس میگیره و با تحیر فراوان علت نرفتن خواهرش را در عین قولی که داده بود جویا میشه و در عین ناباوری از خواهرش این پاسخ را میشنوه: مگر نگفته بودم که 7000 تومان دیگر روی دستمزدت بگذار و برایم بفرست؟ نفرستادی و من نرفتم. همین میشود که اختلاف شدیدی بین آن دو ایجاد میشه. البته این یکی از اختلافایی که این دو خواهر از سر گذروندن و با تمام این اتفاقات هنوز هم کسی نمیدونه دعوت نکردن محسی از خواهرش برای ازدواج دوم آیا بر سر اختلاف بین اون دو بوده یا به خاطر خصوصی بودن مجلس. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این ویدیو و کانال داستان‌های ایران زیر همین ویدیو کامنت کنید. ایام به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.